درود دوستان عزیز امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه و چرخ روزگار بر وفق مرادتون به چرخه با من همراه باشین با داستان امروز آدما نمیتونن مانع یه سری مسائل بشن نمیتونن بعضی چیزا رو تغییر بدن یه جورایی از توانشون خارجه مثلا بابا بزرگم که نتونست جلوی ازدواج مادرم رو بگیره پدرم که نتونست بیماریشو رو مهار کنه خواهرم که نتونست زیاده خواهیاشو کنترل کنه و منی که نتونستم به عشق بچگیم برسم و جلوی چشمم اون رفت با کسی که روزی حتی فکرشو هم نمی‌کردم نمیدونستم کسی که دوستش دارم توی خیالش داره با زنی خونش رو میسازه که نزدیکترینه به من زنی که از علاقه من خبر داشت و با دونستن این موضوع باز هم به ارتباطش ادامه داد ازدواج مادرم یه چیز عجیبی بود جوری که همه فامیل و همسایه ها می دونستن که ماجرای ازدواج مادرم و پدرم چطور بوده مادرم بزرگ شده یه, یه روستای کوچیک بود اونجور که از مادر بزرگم شنیدم و خودم دیدم مادرم بین دخترای روستاشون از همه خوشگلتر بود و زیباییش تو اون منطقه خیلی زبون زد بود و خواستگارای زیادی داشته چشمای تیلهی روشنش که به من هم ارث رسیده بود روشنی و برق عجیبی داشت. با اینکه که چشمای منم شبیه به چشمای مادرم بود ولی چشمای مامان جلوه دیگه داشت. با هر رنگ لباسی که می پوشید رنگش تیره یا روشن می شد و برق خاص تو چشماش بی بود و بیننده رو جذب می کرد تا بهش نگاه کنه. خواستگارای پردرد سر مامان از بچگیش بودن و حتی میگفتن که بعضی زنها مامانو از بچگیش نشون میکردن و میگفتن که افسانه عروس ماست و اسم میذاشتن روش تا عروس کس دیگه ای نشه اون بین پسری بوده که دیوونه وار مامانو دوست داشته یه پسر زورگو که آوازه کل خراب بودنش تا چند تا روستا اونوتر هم پیچیده بود و کسی جرأت نمیکرده باهاش در بیفته. و چند باری فقط زمانی که مامان بچه بوده خونوادش رو جلو فرستاده برای خاستگاری و هر بار هم بابا بزرگ بهشون نگفته. نه, نه تنها به اون پسر بلکه به همه خاستگارای مامان نمیگفت و اجازه نمیداد که کسی برای خاستگاری پا تو خونش بذاره. میگفت در خونه من به روی همه بازه ولی اگه برای افسانم اومدین من دختری ندارم که خاستگاریش کنین. بابا بزرگم با همه ی ریش سفیدای اونجا فرق داشته طرز فکرش پوششش رفتارش شیوه ی زندگی کردنش همه چیزش متفاوت بوده با آدمای اونجا و رو هم مجبور می‌کرد که زیاد تابع فرهنگ اونجا نباشن از فکرهای بسته و خشک اونجا خوشش نمی وقتی که مامان بزرگم می گفت جمع کنن و از روستا برن مخالفت می کرد و می گفت که همه اموالش و ملکش اونجا هستن و دلش قرار نمیگیره که اون همه زحمت چند ساله رو بذاره و بره. می زمانش که برسه و وقتی بتونه برای ملکاش یه صاحب خوب پیدا کنه اون وقتی که میره. روستاشون محیط کوچیک و فرهنگ قدیمی داشت و مردمش به اینکه دخترشون تو سن کم ازدواج کنه عیب نمیدونستن. ولی بابا بزرگم به شدت مخالف این قضیه بود و وقتی میدید کسی به دخترش همچین ظلمی میکنه سعی میکرد جلوشونو بگیره ولی قضیه شده بود همون یه دست صدا نداره بین اون همه فکر پوسیده فقط اون بوده که میخواسته جلوشون وایسه ولی نمیتونست و قدرتشو نداشت با بزرگتر شدن ماما هم بیشتر میشد و وقتی هم که خواستگارا از بابای مامان جواب نمیشنیدن میگفتن بقیه که دختراشون از افسانه شما کوچیکترن رفتن سر خونه زندگیشون شما چرا انقدر سخت میگیرید بابا بزرگ من میگفته زورم به اونا نمیرسه ولی خودم که میتونم با بچه خودم این کارو نکنم اون پسر زورگو هم با اینکه چند بار از طرف بابا بزرگ رد شده بود هنوزم خواستار ازدواج با مامانم بوده و همچنان دنبالش بوده با 18 سال شدن مامان دیگه علنی خودش جلو میومد و میگفت که افسانه برای منه. بابای پسر از اون پولدارای خرج کن بود میگفت اگه دخترتون عروس من بشه ماشین و خونه به نامش میزنم و نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره واقعا توانشو داشت و انجامش هم میداد ولی بابا بزرگم همیشه تو گوش بچه‌هاش میخوند که تو زندگیشون محتاج کسی نباشن و نون بازوی خودشونو بخورن من چهار تا دایی دارم و یه خاله که همه با حمایت بابا بزرگ درس خوندن و از روستا رفتن بابا بزرگ هم دایی هامو فرستاده بود دانشگاه و خودش هم تو روستا کار میکرد و براشون پول میفرستاد. دایی پارسا هر وقت که باهاش مصاحبه میشد همیشه از بابا بزرگ اسم می برد و میگفت که موقعیتش و مدیون پدرشه. اینکه یه دختری درس به خونه و جدا از خونه پدرش توی شهر دور زندگی کنه زیاد اونجا جا افتاده نبود و کمتر کسی پیدا میشد که خودش تحصیل کرده باشه یا اجازه بده بچهش خصوصا دخترش ادامه تحصیل بده. بیشتر دخترای اون روستا حتی تا کلاس هفتم هشتم هم نمیخوندن و میموندن خونه. مامان من بچه کوچیک خونه باده بود و خالم هم که مامایی خونده بود از مامانم خیلی بزرگتر بود. مامانم و تشویق میکرده به درس خوندن. اونجور که مامانم برام تعریف کرده بود با اون جوی که خواستگاراش براش درست کرده بودن هوش و حواسی براش نمونده بود که بشینه درس بخونه. به خاطر خواهان زیاد مامان مغرور شده بود و به همسن و سالایی خودش از بالا نگاه می کرد و خودشو بالاتر از همه می دیده. درست همون کاری که بابا بزرگم ازش بدش میومد و ازش متنفر بوده. درسته که اون خاستگارای دخترش رد می کرد ولی جوری مطرحش نمی کرده که به شخصیت و احساس کسی بر بخوره. دوست نداشت کسی ناراحت از خونشون بیرون بره. مامان بیشتر خواستگاراشو ندیده بود و نمیشناختشون ولی اون پسر رو که آوازه پولدار بودن پدرش و زورگو بودنش کم از خوشگلی مامان نداشت و میشناخت و دیده بودش چون اون پسر چند روز بار میرفت در خونهشون و میگفته که تا افسانه بهش بله نگه از اونجا نمیره بابا بزرگ جوابش که معلوم بود ولی مامان مامان زیاد با بابا بزرگ هم نظر نبود ولی به خاطر اینکه حرف پدرش دوتا نشو احترام حرفش رو نگه داره چیزی نمیگفت و حرفش این بود که هرچی پدرم بگه همونه ولی اونم یه حس هایی به پیمان همون پسر زورگو داشت یه حس نوجوانی و پر از هیجان که دلیلش کارهای خود پیمان بود پیمانی که دیگه همه میدونستن خاطرخواه افسانه است و به همه فهمونده بود که سمت دختر مورد علاقش نرن و دورش خط قرمز کشیده بود. این کشمکش پیمان و بابا بزرگم تا وقتی که مامان 21 سالش بشه ادامه داشت و اون آخریا پیمان دیگه از مخالفت های بابا بزرگم خسته شده بود و بابا بزرگم و با این حرف که آقا تاهر اگه افسانو به من ندیم میدوزدمش به خدا که میدوزدمش تهدید میکرد. به اینکه پیمان بخواد واقعا دختر آقا تاهر رو بدزده هیچ کس شک نداشت. همه میدونستن که این کار از پیمان برمیاد. دیگه بعد از اون مامان با داییم دانشگاه میرفت و مامان بزرگم شبا مامان و بین خودش و بابا بزرگ میخوابوند. با اون همه مخالفت و نگهداری بابا بزرگ مامان ولی دلش رفته بود و پیمان رو میخواست. وقتی دختری خودش بخواد با پسری فرار کنه و همه چیز هم خودش برنامه ریزی کرده باشه دیگه کی میتونه جلوشو بگیره؟ توی شب زمستونی مامان با بابا پیمان فرار میکنه و دیگه قصه افسانه و خواستگاراش با فرارش تموم میشه و حرف اینکه آیا اونا با هم ازدواج میکنن یا نه بین مردم روستا میپیچه بابا بزرگم وقتی دید که مامانم خودش خواستار ازدواج با پیمانه و باهاش فرار کرده همه چی رو به عهده خودش میذاره و راهو برای ازدواجشون باز میکنه. تو روستای اونا اگه دختر پسری با هم فرار میکردن حمایت خانوادهشون از دست میدادن. ولی بابا بزرگم با کاری که کرد باز هم نشون داد که با همه فرق میکنه. با اینکه دلش از مامان شکسته بود ولی بعد از فرارش باز هم دست حمایتش از سرش بر نداشت و مامان بزرگم هم میگفت اولاد آدم هر چقدرم که ناخلف باشه بازم اولاده نمیشه کاریش کرد بعد از فرار مامان یه مدت بعد هم بالاخره بابا بزرگ خواست که از روستا خارج بشه و بقیه عمرش رو تو شهر بگذرونه شاید هم به خاطر فرار دخترش بود که از اونجا بلند شد هرچی که بود باعث شد بابا بزرگ هم به شهر بره همونطور که بچه هاش رفته بودن یعنی فرستاده بودشون نتیجه ازدواج پیمان و افسانه شد افسون که من باشم بچه اولشون بودم و هر چی که میخواستم برام فراهم میشد. خواسته مامان از بابا این بود که تو روستا زندگی نکنن و بابا هم که شیفته مامان منتظر بود اون درخواست کنه و خودش اجابت کنه. به زور خالم مامان تونست دانشگاهش رو تموم کنه و مدرکش رو بگیره. بعد از ازدواج مامان دیگه مامان درس و کنار گذاشته بود و نمیخواست که بخونه و ادامه بده. ولی خالم اجازه نداده بود گفته بود که به جای نشستن تو خونه بخونه و مدرکش رو بگیره مامان مدرکش رو گرفته بود ولی سر کار رفت و خونه دار بود من بچگی شلوغ و پر سر و صدایی داشتم از اون دختر جیغ جیغوها بودم که با هیچی آروم نمی شدم و فقط بابا بود که می تونست مهارم کنه. هر مامان نازمو نازم و می کشید و با هم راه می اومد من بازم لج می کردم و حرفشو گوش نمی ولی تا صدای بابا رو میشنیدم رام میشدم و انگار نه انگار که تا چند لحظه قبل داشتم گریه میکردم نمونه بارز یه دختر بابایی من بودم لوس شده بودم حسابی کلاس اول که بودم بین بچه های کلاس محبوب بودم و هرچی وسایل داشتم و با دوستان با هم استفاده میکردیم و وسایل رنگا و خودم میبردم مدرسه تا با دوستام که نداشتن با هم استفاده کنیم. همون موقع بود که من کلاس اول بودم و مامانم باردار شده بود بابا میگفت یه آبجی قراره بیاد پیشت حسودی میکردم حسابی از بچه که داخل شکم مامانم بود خوشم نمی و فکر میکردم که اومده تا جای منو بگیره. از جسم ندیدشم خوشم نمی و مونده بودم که وقتی بخواد دنیا بیاد قرار من چی کار کنم. ماما میگفت مادربزرگم مادر بزرگم چند ماه بعد از ازدواجشون فوت میکنه و بابا بزرگ تنها میشه. بابا بزرگ وقتی فهمیده بود مامان بار داره بیشتر به همون سر میزد و برای مامان کلی خوردنی و خوراکی می آورد. همینا رو می دیدم و بیشتر از اون بچه بدم می اومد. می گفتم اون اومده و توجه ها از روی من برداشته شده. بیشتر لوس شده بودم و تبدیل شده بودم به یه دختر قرقرو. اسم خواهرم و انتخاب کرده بودن و فرشته نیومده شده بود رقیب من و من تو عالم بچگی مثل در زدن می زدم به شکم مامانو برای فرشته خط و نشون میکشیدم و میگفتم که باید مامان و بابا رو شریک بشیم و نباید همش رو برای خودش برداره چیز خیلی جالبی که اتفاق میافتاد این بود که بچه به حرفان واکنش نشون میداد و به شکم مامان ضربه میزد و قسمتی از شکم مامان برجسته میشد بابا با این کارامون میخندید و قربون صدقمون میرفت همه چیز داشت خوب پیش میرفت. یه خانواده شاد و آروم داشتیم. همه چیز برام فراهم بود. با اون بچه که اسمش فرشته بود کنار اومده بودم. بابا بزرگ برام کلی وسیله از با بازی می خرید. میگفتند می گفتن خیالم راحت باشه. منو بیشتر از فرشته دوست دارم درست زمانی که تو خوشیمون غرق بودیم خبر بیماری بابا که یهو خودشون نشون داده بود همه چیزو به هم ریخت. خوشی و شادی من یکی که رفته بود و دیگه دلم نمیخواست که وسیله هامو بدم دوستامم استفاده کنن چون بابا دیگه نمیتونست بره بیرون برام یکی جدیدشو بخره من خاطره های بد هیچ وقت از یادم نمیره یادم نمیره که بابا چطور حالش بد میشد و چقدر خون بالا می آورد با اینکه بابا اینا سعی میکردن رو نشون ندن و من نفهمم که چی شده ولی من میدیدم و میفهمیدم که حال بابا خوب نیست مامان ماهای آخر بارداریش بود و بابا هم بیماریش بیشتر خودشون نشون میداد. به خاطر استرس و نگرانی که به مامان وارد شده بود زایمانش زودتر از موعدش شد و این بود که فرشته خواهرم هشت ماهه به دنیا اومد و چند هفته ای رو تو بیمارستان داخل دستگاه موند. خاله اسرا تو خونه پیش من میموند و میگفت که آبجیم از شکم مامان در اومد و چند روز دیگه میتونم ببینمش. خونمون همش رفت و آمد داشت و پر از مهمون بود. کسی از بیماری بابا خبر نداشت و همه به خاطر دیدن اون کوچولوی زرد که اندازه کف دست بابا بود می اومدن و جوری قربون صدقش می رفتن که انگار چیزی ازش معلومه. من که تا حالا بچه ای ندیده بودم وقتی اون کوچولو که چیز زیادی از صورتش جز زردی معلوم نبود و دیدم جا خوردم و انتظار دیدن بچه به اون شکل رو نداشتم. حسودی کردن و قرقر کردن از یادم رفته بود و با خودم میگفتم بیچاره فرشته که اونقدر زشته فکر میکردم اون بچه همونجوری میمونه بچه بودم و دلم واسه اون بچه میسوخت نمیدونستم که فرشته به خاطر زود اومدنش زردی داره و خیلی ضعیفه و قراره که بزرگ بشه و اونجور نمیمونه چشماش برخلاف من و مامان مشکی مشکی بود دقیقا مثل چشمای بابا موشه های پرپشت و مشکیش که برگشته بودن بیشتر از بقیه اجزارش صورتش جلب توجه میکردن با اومدن فرشته توجه من از بابا برداشته شد و حواسم نبود که بابا ضعیف شد و زیر نظر دکتره تا یه مدت همچنان خونم و رفت آمد داشت و من بین اون همه آدم که می اومدن فقط میخواستم کسرا رو ببینم و باهاش بازی کنم کسرا پسرم من بود با اینکه از من بزرگتر بود ولی من بازم دوست داشتم باهاش بازی کنم راحت با من هم بازی می شد و منم سوء استفاده تا می دیدم خونمون اومده با زور و خواهش رازیش می کردم من و روکولش سوار کن و دور حیات بچرخونه. قد بلند بود و وقتی می رفتم روکولش زمین رو نگاه می کردم و می دیدم که چقدر از زمین فاصله دارم. محکم گردنش رو می گرفتم و فشار میدادم. اونم ادا در می آورد و می گفت خفه شد و من و این ورانور ور می کشید و من از ترس افتادن بیشتر بهش می چسبیدم و صدای خنده ها مول بود که تو حیات میپیچید. بیشتر از همه با کس را راحت بودم و اونجور که با اون مچ بودم با بقیه نبودم. ازم بزرگتر بود. چه از نظر سن چه هیکل پسر بود. ولی من بازم میخواستم با کس را بازی کنم تا بقیه بچه های فامیل که با هم هم سن بودن. بابا بزرگم وقتی اداها و کارامو میدید و نگاه میکرد میگفت خیلی شبیه بچگی های مامانمم. نه تنها بابا بلکه همه شباهت منو به مامان میگفتن کسی که اولین بار منو میدید اول رو چشما مکس میکرد و نگاهش زوم میشد رو چشام این واکنش بقیه برام عادی بود و انقدر از اینجور رفتارا دیده بودم که برام عادی شده بود و مثل قبل تعجب نمیکردم. تو خانواده مادریم اکثرا چشاشون رنگی بود ولی بابا که چشمای من و مامانو میدید نازمون میداد و میگفت چشمای ما از همه اونا خوشگلتر و مامانم که میدید چشمای فرشته کپی چشمای باباز قربون صدقه چشاش میرفت و اینجوری به بابا نشون میداد که چقدر عاشق چشماش و دوستش داره اوایل که بیماری بابا تازه خودش نشون داده بود من میدیدم حال بدیای بابا رو ولی تمی که گذشت و بابا درمان و دکتر رفتن و شروع کرد دارو خورد و دیگه من نمیدیدم بابا خون بالا بیاره و حالش بد بشه یا هم بابا پیش من نشون نمیداد ولی دیگه اینکه بابا مریضه از یادم رفته بود و حواسم پیش فرشته بود که روز به روز بزرگتر می شد و دیگه اون بچه زرد و چروک قبل نبود. لپای سفیدش بزرگ شده بود و شده بود یه بچه خوردنی که بیشتر شبیه عروسک خودم بود و من مثل قبل ازش بدم نمی اومد و ازش خوشم می اومد. از مدرسه که برمیگشتم برای دیدن فرشته مسیر دروازه تا حیاتو می دویدم. اونم با دیدن من میخندید و لسه های بدون دندونش رو به نمایش می زاشت. کلاس دوم بودم. فرشتم یک سالش شده بود. نسبت بهش حسای خواهرانم بیشتر از یه خواهر بود. خیلی حواسم بود که چیزیش نشو راه به راه بغلش می کردم و می بوسیدمش. بابا ولی مثل قبل نمیتونست منو بغل بگیره و به چرخونه. می گفت من خیلی بزرگ شدم و دیگه زورش نمیرسه منو بلند کنه. میدونستم که مشکل بزرگ شدن من نیست چون کس را هنوزم منو رو کولش می میگرفت و میتونست منو بلند کنه و با سرعت زیاد به چرخونه. حتی بهتر از وسیله شهر بازی. آخرین باری که بابا سعی کرد منو بلند کنه رو یادمه. تلاشش برای بلند کردن من ناموفق بود و نتیجه تلاشش شد لرزش دست و مچهاش. نگاه ناامید و شکش رو یادمه. رنگ روی زردش رو هم یادمه. بابا ضعیف شده بود. قبل و بعد غذا مشت مشت قرص و دارو میخورد. اون روز وقتی دیدم که چقدر قرص خورد ترسیدم و زدم زیر گریه. مامان و بابا سعی داشتن ذهن منو منحرف کنن و اوضاع و عادی جلوه بدن. ولی من از اینکه بابا مریض شده و حالش خوب نیست ترسیده بودم و گریه میکردم. مصرانه تو بغلش میموندم و پایین نمیامدم. اون روز دعوت بودیم خونه کسراینا برای جشن تولد کیان برادر کسرا که با من همسن بود. اون روز با فهمیدن اینکه قرار کسرا رو ببینم برای لحظه همه چی فراموشم شد و همه فکر و ذهنم این بود که بعد از مدت ها میخوام کسرا رو ببینم. همه فامیل اونجا جمع بودن و بحثشون حسابی داغ بود. میگفتن و میخندیدن. وضع امینا زیاد خوب نبود و خونشون کوچیک بود. کسرا و کیان مثل من از با بازی چنانی نداشتن و حتی تولدشون هم جمع و جور و کوچیک بود. ولی همین جشن کوچیک باعث دور هم جمع شدن فامیل شده بود و خوش به حال من که کسرا را رو میدیدم. کسرا انگار که معجون بزرگی قورت داده باشه نسبت به دیدار قبلمون خیلی بزرگتر شده بود. دیگه من رو کولش بلند نمیکرد و وقتی ازش میخواستم بلندم کنه اخ میکرد و میگفت نمیشه کم کم با بزرگ شدن من کس را هم کمتر با من تماس میگرفت و با کول نگرفتن هم شروع شده بود دیگه بزرگ شده بودیم بچه های فامیل همه بزرگ شده بودن و خبر خواستگارای من بین فامیل پیچیده بوده و باعث حساسیت دخترای فامیل شده بود. بزرگترینشونم محشید دخترمون بود که از من یه سال بزرگتر بود و توی یه مدرسه درس میخوندیم تا منو میدید شروع به متلک انداختن میکرد و میگفت تو چی داری مگه یه دختر لوس که نمیتونه بدون باباش تنهایی جایی بره اینکه بدون حضور بابا یا مامان من نمیتونستم بیرون برم و دیگه همه میدونستم محشیدم که خودش دختر آزادی بود و هر جایی میتونست بره همون موضوع دستش گرفته بود و به خیال خودش داشت منو مسخره میکرد و میکوبید ولی خودم میدونستم دلیل این کار مامان و بابا چی و درک میکردم که حساس باشن و مواظبت کنن مزاحمت های خیابونی که برام پیش میومد باعث این حساسیت شده بود وقتی که با بابا بیرون رفته بودم و این موضوع تکرار شده بود بابا به چشم خودش دید حساس شد و گفت که اگه کار واجبی داشتم با خودشون بیرون برم و ناراحت می شد اگه میفهمید تنهایی جایی میرفتم. منم که دختر بابا بودم و دلم نمیخواست هیچ از حرفش سر باز بزنم و خلافش عمل کنم. بابا اجازه نمیداد که کسی برای خاستگاری و آشنایی خونمون بیاد. با تلفن بهشون جواب رد میداد. مامان به حساسیت های بابا می خندید و بابا با حال عجیبی به من و مامان نگاه می کرد و می گفت افسانه به خدا که تازه حالا دارم حال آقا تاهر رو درک می کنم که چرا هی منو رد می کرد؟ سخت بود قبول اینکه چرا بابا سر کار نمیره دلم نمیخواست به خودم یادآوری کنم که بابا برای چی خونه نشین شد و همش توی تخت خوابه خونمون شده بود مثل همون روزی که فرشته به دنیا آمده بود و همه فامیل به خونمون می و گل و خوراکی می آوردن. بابا حالش بد بود. فامیلامون می اومدن عیادتش و من مثل اون موقع که بچه بودم و وقتی میدیدم که برای به دنیا آمدن فرشته خوراکی آوردن زغنه نمیکردم. اصلا نمیخواستم کسی بیاد خونمونو به همون ترحم کنه و همش صحبت از حال بیمار بابا باشه. بیماری که چند سال بابا باهاش جنگید و سرکوبش کرد. بالاخره بابا رو زمین گیر کرد و بابا دیگه نمیتونست مثل قبلنا از ما پنهونش کنه که مبادا من ببینم و ناراحت بشم. کس را بخواسته بابا بیشتر بهمون به سر میزد و کارای بیرون از خونهی که مامان بهش میسپرد و برامون انجام میداد. دیگه حتی از بودن کس را توی خونمونم خوشحال نمی شدم و با دیدن حال بد بابا کل امیدم و از دست داده بودم و شده بودم یه دختر افسرده که به بهونه بنده تا گریش بگیر و عصبانی بشه. بابا سعی می کرد با شوخی و خنده حالش رو خوب نشون بده ولی موفق نبود. من می دیدم که چقدر درد میکشه و حالش رو به راه نیست. فرشته همش پیش بابا می خوابید و از بغل و کنار تخت بابا تکون نمیخورد. همش منتظر بود تا ما کاری بهش بگیم تا بچه انجام بده با کارهاش نشون میداد که اونم ناراحت و سعی داره که بهمون به کمک کنه بابا بزرگ میگفت جمع کنیم و برای مدتی بریم خونمون تو شهرستان تا بابا کمی از این محیط دور بشه و ما هم مجبور نشیم همش مهمون داشته باشیم و تو خونه صحبت از بیماری و عیادت باشه ما که همه موافق بودیم ولی اینکه بابا مثل تسلیم شده ها رفتار می کرد پای هممون رو سست می کرد و من که جلوتر از بابا خودم و باخته بودم. بابا مثل کسی شده بود که دیگه انرژی برای جنگیدن براش نموند و تسلیم سرنوشت شده. درست همون روز که همه چیز رو جمع کرده بودیم و میخواستیم همراه بابا برای مدتی از شهر دور بشیم اون اتفاق افتاد. همون اتفاق نحسی که تو بچگیم از ترسش گریه و بیقراری می کردم. همون صبحی که همه آماده بودیم و منتظر بیدار شدن بابا بودیم. ولی بابا جواب نمیداد و بلند نمی شد تا بخندونتمون و اوضاع و عادی جلوه بده. همون روزی که من امید و پشتم و از دست دادم. بابا نتونست بیماریشو مهار کن و از پا در اومد. جو خونمون دیگه مثل قبل نبود. هیچ چی دیگه مثل قبل نبود. بابا رفته بود و با خودش هرچی شادی و امید داشتیم و برده بود دیگه کسی نبود که بهم به هشدار بده تا تنهایی بیرون نرم کسی نبود که قربون صدقه چشامون بره تا مدتها باور نمی کردم که این اتفاق برای من و خانوادم افتاده وقتی می دیدم که کسی نزدیک ترین فرد زندگیشو از دست میده راحت از کنارش می گذشتم و هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکنه روزی این اتفاق برای خودم هم بیفته. فرشته خیلی بیقراری میکرد و همش بهونه بابا رو میگرفت خونمون تا مدتها خالی نمیشد و خونواده بابا کنارمون بودن و تنهامون نمیذاشتن دل و دماغ درس خوندن نداشتم حتی دیگه مدرسه هم نمیرفتم خونمون خالی شده بود و بازم به همون سر میزدن ولی دیگه تو خونمون نمیموندن این کس را بود که می اومد و وقتی میدید من مدرسه نمیرم تو خونه به هم درسامو یاد میداد و میرفت مثل بقیه اصرار نمی کرد که الا و بلا باید به مدرسه برم. بزرگ شده بود و زور نمی گفت. فقط می اومد و به هم کمک می کرد تا درس همو بخونم و عقب نمونم. ماما باهاش خیلی راحت برخورد می کرد. با اینکه کسرا دیگه یه پسر بزرگ شده بود جلوش آزاد و راحت می گشت. در حالی که ذاتا آدم راحت و آزادی نبود. کسرا شاید نسبت به من کمی سخت و محتاط رفتار می کرد. ولی با مامان اونطوری نبود و خیلی با هم راحت بودن. به ارتباط صمیمی بین کسرا و مامان حسودی می کردم. دلم می خواست کسرا با منم اونطوری راحت باشه و بگو بخنده. ولی همونطور که قبلنم بود رفتار می کرد و محتاط بود. اومدن کسرا به خونه ما دیگه داشت زیاد می شد و من فکر می کردم که من بهونه شدم تا کسرا بتونه به مامان نزدیک بشه و همین موضوع باعث شد به خودم تکونی بدم و مدرسه برم تا دیگه کسرا بهونه برای اومدن به خونمون نداشته باشه. همه تو مدرسه میدونستن که بابا ما از دست دادم. اون روز وقتی که وارد مدرسه شدم و بچه ها به هم تسلیت میگفتن بیشتر حس تنهایی میکردم و بیشتر یادم میافتاد و بیشتر به عمق ای به اسم از دست دادن بابا پی میبردم. روز اول مدرسه برام خیلی سخت گذشت. اصلا نمیتونستم روی درس تمرکز کنم و منتظر بودم که زودتر تموم بشه تا بتونم برم خونه. فکر می کردم محشید وقتی ببینه که چه غم بزرگی رو دلم نشسته دست از حسودی کردن و متلک انداختنش بردار و دیگه سر به سرم نزاره ولی زنگ آخر بود که خودشو به هم رسوند و بالاخره نیش خودشو زد. این بار علت برزخ شدنش خاستگارای من نبود. باور نمی کردم که محشید به خاطر اومدنهای کسرا را به خونه ما ناراحته و حتی به خاطرش حاضر شده بیاد پیش من و خودشو کوچیک کن و بگه که از کسرا دور بشم وگرنه برام خوب نمیشه دختره عقلش از دست داده بود و داشت منو برای نزدیک شدن به کسرا تهدید میکرد اون نمیدونست که کسرا منو به اون چشم نمیبینه او فقط به من درس میداد که اونم من با مدرسه رفتنم تموم کرده بودم روزهامون بدون حضور بابا میگذشت و میتونم بگم داشتم مزخرفترین روزهامو میگذروندم اینکه بابایی نبود تا برای نمره های بیستم خوشحالی کنه و تشویقم کنه اینکه بابایی نبود تا وقتی میونم با فرشته شکراب شد پا میونی کنه و آشتیمون بده اینکه بابا نبود و من داشتم عذاب میکشیدم روزهای بدون حضور بابا برام سخت گذشت سختتر از اونچه که فکرش رو میکردم فرشته بزرگ شده بود و خانومی برای خودش شده بود ما اینجوری بودیم که ذاتا بزرگتر از سنمون نشون میدادیم فرشتم به خاطر جسته درشتش بزرگتر از همسن و سالاش دیده میشد. مامان تبدیل شده بود به یه زن آزاد که کمتر تو خونه میموند و بیشتر وقتش رو بیرون در حال گشتن و ایجاد تغییر توی خودش بود. با پیشنهاد خالم و زمانت شوهر خالم مامان توی یه شرکت استخدام شده بود و شروع به کار کرده بود. ما نیاز مالی نداشتیم. بابا اونقدر داشت که ما تا سالها تو رفاه باشیم. ولی مامان دیگه اون زن سابق نبود دوست نداشت تو خونه بمونه برای همین کار کردن رو انتخاب کرده بود مامان سعی داشت با کارهاش خودشو تسکین بده و روحیه رو ترمیم کنه ولی از من و فرشته قافل شده بود حالا من هیچ ولی فرشته تو سنی نبود که بدون بودن بزرگتر بالا سرش بزرگ بشه بابا خودش نخواسته بود که ترکمون کنه ولی مامان با خواست خودش ازمون دور شده بود و من دیگه حس راحتی و نزدیکی بهش نداشتم مامان اونقدر به خودش میرسید که وقتی کنار هم قرار میگرفتیم معلوم نمیشد که اون مادرمه بیشتر بهش میخورد خواهرم باشه کارش شده رفتن به آرایشگاه و مراکز زیبایی هر کاری که از دستش برمی اومد و دریغ نمیکرد و دایره دوستاش زیاد شده بود و من متوجه بودم که رفتار و طرز پوشش و حرف زدنش هم عوض شده خودم دانشگاه میرفتم و نمیتونستم زیاد مراقب فرشته باشم نمیتونستم حواسم و بهش بدم تا مواد و کار غلطی ازش سر بزنه نمیذاشتم فرشتم مثل مامان ازم دور بشو باهاش حرف میزدم و سعی میکردم بفهمم که چی کار میکنه دوستاشو شناخته بودم و حتی شمارهشونو گرفته بودم نمیدونستم چقدر میتونم برای سالم بزرگ شدن خواهرم مفید باشم ولی جدا نگران آینده خواهرم و مامانم بودم فامیلامون به همون سر می زدن و مامان نصیحت و تجربه دادن کسی رو قبول نمیکرد. میگفت می گفت خودش بهتر میدونه با زندگیش چی کار کنه و اجازه نمیداد کسی تو مسائل خونمون و خودش دخالت کنه. فرشته اون دختر آروم و ساکت قبل نبود و پرخاشگر شده بود. خیلی سعی میکردم بفهمم چش شده. حتی کارم به چک کردن گوشیش هم رسید. میدونستم چک کردن گوشی خواهرم یه کار اشتباهه ولی وقتی تلاش هام برای حرف زدن باهاش نتیجه نداد مجبور شدم گوشیشو چک کنم و خب کارم علکی هم نبود چون چیزایی تو گوشیش دیدم که میدونستم فرشته قرار نبود هیچ وقت دربارشون با من حرف بزنه حس خوبی نیست بفهمی خواهرت افتاده تو منجلابی که راه نجات ازشون نمیدونه و حاضر به قبول کمک هم نیست شروع ارتباط اشتباهش با پسری که نمیدونستم کی و چی کار است باعث شده بود دلشوره بگیرم و نگران خواهر بی تجربم باشم. مامانم که انگار نه انگار. جوری راحت برخورد میکرد که باور نمیکردم این همون زنیه که تا زمانی که شوهرش زنده بود هیچ کار افراطی و خارج از محدوده ای انجام نمیداد و حالا تبدیل به کسی شده بود که حس میکردم نمیشناسمش کس رو هنوزم به همون سر میزد و من سعی میکردم حس های تازه جوونه زده تو قلبمو از بین ببرم و تمرکزم و بذارم روی دانشگاه و فرشته ولی نمیشد وقتی نزدیکی مامان و کسرا رو میدیدم به هم میریختم و اونجا بود که میفهمیدم اون قدرام نتونستم حس هامو از بین ببرم کسرا کسی نبود که ببینیش و نادیدش بگیری یه پسر جذاب که کلی ویژگی های مثبت داشت و میتونست هر دختری رو جذب خودش کنه. نمیدونستم فرشته جذب چجور پسری شده بود که اون چت بینشون رد و بدل شده بود. به روش نمی آوردم یعنی اگه میخواستم بروشم بیارم اون میفهمید که به گوشیش سرک کشیدم و به هم بیاعتماد میشد. باهاش حرف میزدم و توی بحث هام غیر مستقیم از دخترهایی میگفتم که بازیچه دوست پسراشون شدن و چه بلاها که سرشون نیومده. فرشته خودش هم با من هم نظر بود حتی از دوستاش میگفت که اکثرا به خاطر دوست پسراشون ارتباطشون با خانوادهشون سرد شد و به بیراهه کشیده شدن تعجب میکردم وقتی صحبت های فرشته رو میشنیدم دختری که خودش متوجه هست دور و اطرافش چی میگذره چرا خودش مواظب نیست و همون اشتباهی رو مرتکب میشه که بقیه ازش آسیب دیدن و اونو برای انجام دادنش نهی میکنن اون روزا فکرهای سمی توی مغزم می اومد و میرفت که خودم از خودم تعجب میکردم ولی خب احتمال می دادم که بعضی از فکرهام واقعا درست باشه. ولی فقط فکر می و جرأت بیانش حتی توی خلوت خودم رو نداشتم. اومدن های کس را به خونه ما نه به خاطر من بود نه فرشته. فرشته که کلا از قضیه پرت بود. منم که داشتم خودم و حسهام و کنترل می و بین ما مامان بود که با کس را بیشتر گرم می گرفت و اونا حتی با تماس تلفنی هم با هم ارتباط داشتن و من فکر می کردم چرا قبلا اینجوری نبودن؟ چرا مامان اجازه میده پسری که از خودش کوچیکتره باهاش اون همه راحت باشه و کارا و حرفای منظورداری بینشون رد و بدل بشه؟ دلم این قضیه رو رد میکرد و مغزم احتمال میداد که فکرام درست باشن واقعا بینشون یه چیزایی انگار وجود داشت. سال آخر دانشگاه بودم و دیگه علنی به فرشته هشدار میدادم که مراقب خودش باش و کاری نکنه که بعدا پشیمون بشه و نشه که کاری کرد. اون روز عصر وقتی که فرشته گفت میره کتاب خونه تا با دوستش نیلی برای امتحان میان ترمشون درس بخونن بهش شک کردم و دنبالش راه افتادم تا ببینم کجا میره. من افتاده بودم دنبال خواهرم تا بدونم با خودش و آیندهش چیکار میکنه. اون وقت معلوم نبود مامانمون سرش تو کدوم آرایشگاه گرمه که خبری از ما نمیگیره هر چقدر که فرشته از مسیر کتاب خونه دور میشد قلب من بیشتر میکوبید و استرس میگرفتم میترسیدم از اینکه خواهرم خودشو تو درد سر بنداز و بلایی سرش بیاد سخت خودم رو کنترل کردم تا جلو نرم و سوال جوابش نکنم تا اون پسری که کنارش نشسته و دستشو گرفته کی و به چه نسبتی اون همه بهش نزدیک شده زمان گذاشتم. ده دقیقه بود. آستانه تحملم ده دقیقه بود. ده دقیقه تونستم بیستم و ببینم که خواهرم داره با خودش چی کار میکنه. هرسی که توی دلم جمع شده بود بی اندازه بود و شبیه فرماندهی بودم که غریبه وارد حریمش شد و اون احساس خطر کرده. حس خطر میکردم و دلم نمیخواست که فرشته ناراحت بشه و حس سرخوردگی بگیره. برای همین خودمو کنترل کردم تا مبادا کار اشتباهی ازم سر بزن و حرف نامربوطی بهش بگم و اون ازم برنجه جلو رفتم و برخلاف فرشته که شوکه شده بود و انتظارشو نداشت من تا تونستم عادی رفتار کردم و خودمو به اون پسر کنار دستش معرفی کردم هر دو جا خورده بودن ولی پسر خودشو زود جمع کرد و گفت که دوست فرشته است جاوید خودش بود اون همون جاوید داخل چت های فرشته بود که از طرف فرشته کلی ابراز علاقه براش فرستاده شده بود اون میگفت با فرشته دوست معمولی هستن که با هم وقت میگذرونن و صحبت میکنن میفهمیدم که سعی میکنه همه چیزو عادی نشون بده ولی اون چت هایی که بینشون رد و بدل شده بود نشون نمیداد که دوستی معمولی بینشون باشه و بیشتر از یه دوست معمولی بودن حس خوبی از پسره نگرفتم و با آوردن بهونه ای بلند شدم و فرشته رو هم مجبور کردم تا بلند شو بریم سکوت کرده بود و مثل همیشه بلبل زبونی نمی کرد بدون حرفی بلند شد و پشت سرم راه افتاد حرف زدنم نمی اومد نمیدونستم چی باید بهش بگم از چی بگم از کجا شروع کنم نقش مامان تو زندگیمون اونقدر کم رنگ شده بود که حتی فکر کمک گرفتن ازش به ذهنم نرسید میدونستم فرشته منتظر دعواش کنم و نصیحت بارونش کنم ولی حرفی نمی زدم و منتظر بودم خودش شروع کنه همینطورم شد شروع کرد و تعریف کرد از شروع آشناییشون تا اون زمان که با هم دوست بودن هیجانی تعریف می کرد بهش آب و تاب میداد. جوری تعریف میکرد و جاوید و خوب نشون میداد که اگه پسر رو نمیدیدم باور می کردم که حرفای فرشته دربارش راسته ولی از فرشته خواستم که تا یه مدت کلا سراغ گوشیش نره و این مدت رو با هم بگذرونیم و دوتایی باشیم مخالفتی نکرد منم گوشیش گرفتم روز اول خوب بود و با هم کلی حرف زدیم و فرشته خیلی خوب شده بود و هرچی از ذهنش میگذشت با هم صحبت میکرد و من خوشحال بودم که خواهرم بعد مدتها با من حس راحتی میکنه و تونستم که باهاش ارتباط نزدیکی بگیرم با هم بیرون میرفتیم و من فرشته رو بردم پیش دوستام و با هم آشناشون کردم این گشتن و تفریح ما چند روز طول کشید و فرشته حتی دیگه سراغ گوشیش که دست من مونده بود و نگرفت سه شنبه بود که من برگشتم خونه و فرشته رو دمق و ناراحت تو اتاقش دیدم همون اول که منو دید شروع کرد به داد و فریاد و گفت که من باعث شدم تا ارتباطش با جاوید به هم بخوره نمیدونستم قضیه چیه ولی از اینکه دیگه اون پسر تو زندگی فرشته نیست خوشحال بودم فرشته سنی نداشت که بخواد با پسری که زیاد نمیشناستش دوستی کنه ولی هر چی بود اینو میدونستم که اون پسره داشت از کوچیک بودن فرشته سوء استفاده میکرد و وقتی که دید من متوجه شدم و چند روز غیبت فرشته باعث شد که کلا بیخیال بشه و دیگه جواب تلفن‌های فرشته رو نمیداد فرشته فکر میکرد پسره باهاش قهر کرد و حتما جوابشو نمیده ولی انتظارش طولانی شد و جاوید با پیام کوتاهی که براش نوشته بود و گفته بود به درد هم نمیخورن همه چی رو تموم کرده بود سه سال از نبود بابا گذشته سه سالی که بدون بابا گذشت تو اون سه سال کلی چیزا تغییر کرده بودن من سر کار میرفتم فرشته بزرگ شده بود مامانم که وضعش مثل قبل بود و خوشگذرون تر شده بود و دوستای اطرافش زیادتر شده بودن. فهمیده بودم کسرا را تازه ماشیندار شد و چک چند میلیونی که مامان قرار بود هفته ای آینده حساب کنم حسابی مشکوک بود و من دلم نمیخواست که این دوتا رو به هم ربط بدم و بگم که خریدن ماشین برای کسرا کار مامانمه. ولی نمیشد. هرچی میگذشت بیشتر میفهمیدم که واقعا بین کسرا و مامان یه چیزایی هست برای کسرا بد نمیشد یه زن خوشگل که از غذا بیوه هست و آزاد پول دارم هست و میتونه تا بی نهایت براش خرج کنه. اون دیگه چی میتونست بخواد؟ قطعا مامان خودش متوجه همه اینا بود ولی نمیدونستم چرا جلوشو نمیگیره و ادامه میده. پسری که خیلی از خودش کوچیکتر بود و حتی تو بچگیش اونو همون برده بود و حالا که اون بچه بزرگ شده بود با همون کسی که باهاش همون میرفت ارتباط داشت و انگار نه انگار که اون زنجای مادرشه قبل از این قضایی که من بفهمم بین مامان و کسرا یه چیزایی هست به مامان علاقم و نشون داده بودم مامان میدونست من به کسرا علاقه دارم و باز هم با بهونه و بی بهونه اونو به خونمون میکشوند و خودش باهاش وقت میگذروند و من واقعا درک نمیکردم که چرا مامان این کار انجام میده از خاله شنیده بودم که برای مامان خاستگار میاد ولی ندیده بودم کسی به خونمون بیاد یا زنگ بزنه مامانم که کلا تو فاز ازدواج دوباره نبود و من نمیدونستم بین کس مامان چی داره میگذره که اونقدر به هم نزدیک شدن و با هم راحتن کس را اولین پسری بود که ازش خوشم اومد حتی اعتراف میکنم که دوستش داشتم ولی وقتی ارتباط نزدیکش رو با مامانم میدیدم حس خوبی ازش نمیگرفتم فکر میکردم که اون با منظور نزدیک مامانم شده مامان جدای از زیبایی صورتش ثروتی داشت که هر زن بیوهی نداشت خب اون باید محتاط تر از هر کس عمل میکرد چون دلیل زیادی داشت تا کسایی که خودشو بهش نزدیک میکنن با قصد و نیت دیگه ای باشه. کسرا هم خودش هم باباش وضع مالی خوبی نداشتن و من خیلی میترسیدم با یه هدف دیگه نزدیک مامانم شده باشه اونقدر را هم با مامان نزدیک نبودیم که بخوایم با هم حرف بزنیم و این موردارو رو به هم بگیم ولی خیلی میترسیدم که از طرف کسرا بهمون صدمه برسه و نتونیم خودمون رو جمع کنیم بابا بزرگ خونمون که میومد همش میگفت دیگه از دست خواستگاری مامان خسته شد و دوباره برگشته به همون سالای قبل که مامان ازدواج نکرده بود و کلی خواستگار داشت میگفت اون موقع مخالف ازدواج مامان بوده ولی وقتی به خونمون میومد و مامان می دید میدید میگفت بهتره که اجازه بده خواستگاراش جلو بیان تا شاید بشه که دوباره ازدواج کنه مامانم بدونه که کسی رو ببینه یا اجازه بده که با هم آشنا بشن همه رو رد میکرد و فقط من بودم که دلیل این کار مامانو میدونستم و همین بود که باعث شده بود دلم بسوزه. هم برای خودم هم مامان که داشت کارایی انجام میداد که حتی فرشتم از انجامش خودداری میکنه و محتاطتر عمل میکنه. یه بار که رفتار و کارهای کسر رو مامانو دیدم زد به سرم و رفتم در خونه امو خواستم که کس را رو ببینم. اون روز کسرا خونه نبود و امه گفت که کس ظهر جمع کرد و با عجله از خونه بیرون زد. درست همون کاری که مامان هم انجام داد مامانم ظهر با عجله از خونه بیرون زد و واقعا دیگه نمیدونستم چی کار باید بکنم خواستم با امه یا شوهرم هم دربارش صحبت کنم ولی با سب کردم و گفتم بذار بیشتر مطمئن بشم بعد از کسی کمک بخوام کار فرمام که یه مدتی بود ازم میخواست وقت بذارم تا با هم بیشتر آشنا بشیم شمارم رو گرفته بود و وقتی از سر کار برمیگشتم باهاش تلفنی صحبت میکردم دیگه اونقدر تو دور و اطرافیانمون از این چیزا دیده بودم که محتاط عمل می کردم. مهرشاد می گفت قصدش جدی و منم ازش خوشم اومده بود. ازش وقت خواستم تا بیشتر با هم آشنا بشیم. خیلی وقت بود که براش کار می کردم ولی آشنایی باهاش به اون صورت نبود که بخوام اجازه بدم بدون شناخت استارت یه ارتباط خیلی نزدیک و بزنه. برای همین تا یه مدتی با هم رفت آمد می کردیم. سر کار که با هم بودیم و بعدش هم که بیشتر با هم بودیم وضع خونمون تعریف آنچنانی نداشت و مامان همون مامان قبل بود و هیچ تغییری نکرده بود فقط من از ارتباط بین اونو کس را مطمئن شده بودم و نمیدونستم چی کار کنم و درست‌ترین کار چیه چون واقعا معلوم بود قصد کس را از نزدیک شدم به مامان چیه من اینو میفهمیدم و بیشتر میسوختم حتی تا در خونه امه رفتم تا باهاشون صحبت کنم ولی بازم برگشتم و تصمیم گرفتم که اول با بابا بزرگم صحبت کنم و اونو در جریان بذارم سخت بود مطرح کردنش ولی دل مشغولی که تو اون چند وقت تنهایی کشیده بودم باعث شده بود تا از یه بزرگ کمک بگیرم و حرفامو بزنم همه چیزو برای بابا بزرگم تعریف کردم بابا بزرگم اول واکنشی نشون نداد و فقط خیره نگام کرد بعد از کلی سکوت و فکر کردن فقط از من پرسید که مطمئنی افسون؟ من مطمئن بودم. خیلی وقت بود که میدونستم و مطمئن شده بودم. ماشین زیر پای کسرا، گوشی آیفون توی دستش، همه کار مامان بود. وگرنه که خود کسرا کار نداشت. باباش حتی خودش ماشین نداشت چه برسه به اینکه بخواد برای پسرش ماشین بخره. بابا بزرگ سرش تکون داد و گفت که خودش درستش میکنه و من حس می کردم باری از روی دوشم برداشته شده. ارتباطم با مهرشاد به جاهای خوب رسیده بود و تقریبا مطمئن بودم که اون همون کسیه که می خوام باقی عمرم و کنارش بگذرونم. با مامان که نمی شد صحبت کرد چون به خاطر به هم خوردن ارتباطش با کس رو خیلی عصبی شده بود و نمی شد باهاش یه صحبت آروم و بدون دعوا داشت. برای همین من قضیه آشنایی با مهرشاد و خواستگاریش رو با بابا بزرگ در میون گذاشتم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت فرشته توی یه رشته خوب تو دانشگاه قبول شده بود و دیگه کسرایی نبود که مامان و کارت بانکی خودش ببینه و ازش سوء استفاده کنه من با مهرشاد نامزد کرده بودم و همه چیز داشت اونطوری پیش میرفت که من میخواستم به حرفای دخترای اطرافم که همه چیز میگفتن توجه نمیکردم و به این معتقد بودم که نباید به خاطر حرفا و طرز فکر بقیه آرامش خودم رو به هم بزنم درسته که پسرمم. همون کسی که من بهش علاقه داشتم با مامانم ارتباط نزدیکی داشت و حتی اونا تا یه جایی هم با هم پیش رفتن ولی ارتباطشون غلط بود و بالاخره از هم جدا شدن مهرشاد یه پسر آروم و منطقی بود زندگی کنار مهرشاد یه تجربه جدید بود که هر روزش برای من پر از خوشحالی و های جدید بود به مامان که دقت میکردم بیشتر میفهمیدم که عوض شد و دیگه اون افسانه سابق نیست همه اینا با رفتن کسرا از زندگیش درست شده بود و این نشون میداد که کسرا چقدر برای مامان و زندگیش ضرر داشته. مامان به فرشته می رسید و بهش توجه می کرد. حواسش به منم بود و تازه برگشته بود به زندگی و داشت ما رو میدید. چیزی که من برای انجام شدنش کلی استرس و نگرانی کشیدم. آرزوی هر دختریه که تو روز عروسیش پدرشم کنارش حضور داشته باشه. منم دلم میخواست بابام کنارم باشه و دستم و بگیر و به هم امید بده که کنارمه و هر زمان ازم حمایت میکنه. ولی اون نبود و جای خالیش تو روز عروسیم اونقدر به چشمم بزرگ اومد که نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر گریه. فرشته به گریه کردنم میخندید و به شوخی میگفت که فقط دو تا کوچه باهاشون فاصله دارم و مثلا داشت دلداریم میداد. نمیدونست من برای دوری از اونا نیست که دارم گریه میکنم. شروع زندگی جدید شاید استرس و نگرانی داشته باشه ولی اگه با آدمی شروعش کنی که میشناسیش و ازش مطمئنی میتونه باعث حال خوبت بشه من کنار مهرشاد حالم خوب بود و هر روز که میگذشت بیشتر از انتخابم مطمئن میشدم و خدا رو شکر میکردم که اشتباه نکردم ممنون که تا پایان این داستان با من همراه بودین اگر شما هم تجربه جالبی تو زندگیتون دارین خوشحال میشیم با ما به اشتراک بذارین.